رحمان الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و سروران عزیز. دوستان فرمودن که در حول و حوش وظایف و اختیارات شورای انقلاب فرهنگی و ضمانت اجرای مصوباتش نکاتی تقدیم کنم خدمت دوستان. البته این در درجه اول وظیفه دبیر و دبیرخانه سخنگوی شوراست که حالا گزارشات معمولا خیلی کوتاهی بعد از هر جلسه خاله من دادن. اما اینکه راجع به حدود مسئولیت ها و محدودیت های شورا یه گزارش تفصیلی داده بشه من یادم نمیاد، با اینکه خیلی ضرورت داره، مخصوصا که 4 دهه پیش این شورا ابتدا به نام ستاد تشکیل شد. معمولا هم دوستان صدای بنده رو در رسانه ها به عنوان یک منتقد نسبت به کارکرد و اختیارات و ضمانت های اجرایی شورا شنیدن. اینجا طبیعتا یک گزارش رسمی از طرف سخنگویان شورا نیست، به عنوان یکی از اعضای شورا و اتفاقا با استناد به گزارشی که خود شورا رسما منتشر کرده که ما چه کارکردهایی داشتیم چه وظایفی داشتیم عرض میکنم، طبیعتا یک گزارش رسمی و اداری و اینا نیست. من بیشتر از این جهت پذیرفتم این موضوع و بحث رو که استاد و دانشجو دانشگاه بدونه که حالا در کنار خدمات و تلاش هایی که صورت گرفته چه چیزهایی رو باید از این شورا مطالبه کنه. رئیس شورا همیشه رئیس جمهور بوده و هست. اجراء مصوبات شورا با امضای رئیس جمهور صورت میگیره و کل نهادها وظیفه دارن این مصوبات رو اجرا کنن. یه مشکل همیشه این بوده که حالا غیر از اینکه گاهی بعضی مصوبات با تأخیر امضا میشده، حالا شاید مواردی هم باشه که امضا نشده نمیدونم، ولی خیلی با تأخیر سست، علاوه بر اون چیزایی که امضا و ابلاغ شده همش اجرا نشده یا به درستی اجرا نشده، یعنی گاهی اتفاقات میفته خلاف صریح قانون اصلا. حالا یک نمونه که الان تو ذهنم آمد، رئیس دانشگاه فرهنگیان یه نفر رو معرفی کرد وزیر به شورا، شورا رأی نداد. همیشه رأی میدن هر کی معرفی میشه. این شاید از نمونه های مناسب فرد بود که شورا مخالفت کردن و در این حال همین آقا رو که من نسبت به ایشون بحثی ندارم، این کارکرد دولت و شورا رو دارم عرض میکنم، کل دوره قبل ریاست جمهوری تا همین چند ماه پیش، یعنی بیش از نزدیک 4 سال بیشتر، همین شخص رو دولت به عنوان سرپرست همون دانشگاه گذاشت. یعنی شورا رأی نداد ولی گذاشتن قشنگ فقط اسمش سرپرست بود، به جای رئیس اسمش سرپرست، اما همون کار رو کردن. خب این اصلا خلاف قانونه، ولی خب این دولت این کار رو کرد. دولت های قبل هم مواردی داشتیم، ولی من اینو الان تو ذهنم بود چون دیگه چند بارم بحثش شد. اما بحث اینه که یه سری مصوباتی هم هست که اینا وقتی میاد دست مجری، با اینکه نهادهای نظارتی پاسخگوی اینا هم ظاهرا رو کاغذ تعریف شده، ولی اگر نخوان اجرا کنن میشه اجرا نکنن و محکوم هم نشن، جایی کسی هم کاری نداشته باشه. من تا الان یادم نمیاد اصلا مثلا سازمان بازرسی کشور یا نهادهای دیگه نظارتی رفتن سراغ بعضی نهادها که بگن آقا چرا مصوبه شورا رو اجرا نکردید، یا اصلا نرفتن ولش کردن، اینه نمیدونم. ولی بنابری بوده که این شورا قله تصمیم گیری برای مسائل فرهنگی آموزشی کشور باشه، اصلا اینجوری تعریف شد. حالا فرهنگ یک مرزی داره رو کاغذ و بیرونم تا حدی با سیاست، با اقتصاد، با سیاست خارجی، ولی در بسیاری از مسائل کاملا ارتباط و حتی تداخل وجود داره. ولی حالا ما فرض کنیم همون دایره خاص محدود فرهنگ آموزشی به همون معنای خاصش. اولا شما ها خب بچه هایین که اصلا دهه 60 رو ندیدید، جهت اطلاع شما فقط من یادآوری بکنم، اون چیزی که به نام انقلاب فرهنگی نامیده شد اینجوری نشون میدن که انقلاب و نظام و اینا دانشگاه رو تعطیل کردن و فلان، اصلا اینجوری نیست قضیه. اصل قضیه این بود که
اینا در سال 59 آخر ترم بود، حالا من شاید ایام امتحانات اینا، توی چند تا دانشگاه گروه های وابسته به تشکل های مسلح مثل منافقین، نمیدونم کمله، دموکرات، فدایی های تیپا که آزادانه توی دانشگاه ها و تو سطح کشور روزنامه داشتن، مجله فعالیت کردن، به اصطلاح تو کردستان و ترکمنصحرا و نمیدونم بلوچستان کجا هم، اونجا هم تخریب در حد ترور و عملیات مسلحانه میکردن. فقط شما بدونید توی اون چی که به نام انقلاب فرنگی نامیده شد، اون بخش برخوردهای فیزیکی و اینا، درگیری ها رو اینا شروع کردن و اینا میزدن بچه مسلمان ها رو تو دانشگاه، و بعد از تو اتاق فعالیت های دانشجوی این تشکل ها مسلسل و نارنجک به این آمد. این بود فعالیت تشکل های دانشجویشون، اینجوری بود. مثلا تو کردستان سر می بریدن، ترور می کردن، هم اینجا می آمدن علنن مجلات همونا رو می فروختن سر کوچه خیابون تو دانشگاه، تکثیر می کردن این حرف. تقریبا اغلب دانشگاه بزرگ ما هم اجازه که بحث و درس و این کارا بشه اینا نمی دادن، مدام درگیری و اینا. از یک طرف هم اساتیدی از قبل از انقلاب بینشون بودن، کسانی که اصلا ساواکی بودن، از ساواک پول می گرفتن، ماسونی، فراماسونر بودن، بعضی از اینا با سرویس های جاسوسی وصل بودن، مثلا اسناد لانی جاسوسی برید اسما اینا، بعضی از اینا استاد دانشگاه، رئیس دانشگاه رسما با سیا، با موساد اسرائیل غیر از ساواک ارتباط داشتن. جریان های کمونیستی بودن، جریان های وصل به سرویس های جاسوسی بودن، ساواکی ها بودن. امام یک صحبتی کرد در اول سال 59، پیام نوروزیش بود، چون کل سال 58 یعنی یک سال بعد از انقلاب رو اینا مدام درگیری اقتشاش، که اصلا چیزی به نام دانشگاه که کار علم و تحقیق و فلان نا شروع بشه، آموزش، پژوهش، تحقیق تقریبا نبود، همه چی رو هوا. و اساتید ساواکی و ضد انقلاب و اینا هم از قبل از زمان شاه بودن که رسما با انقلاب مبارزه میکردن و حتی از رژیم شاه سریع دفاع میکردن. اینم عقایدشون، باز کسی با اینا کار نداشت، درس نمیدادن، اصلا به جای درس این کارا بود. امام توی پیام نوروزیش اول سال 59 چند تا مطلب گفت، یه بندم از اون پیام ایشون این بود که بالاخره انقلاب نمیتونه وارد دانشگاه ها نشه، وارد حوزه نشه، وارد آموزش پرورش نشه. انقلاب کف خیابون مردمی بود، البته دانشجوها بودن، دانش آموزا بودن، اون بخششون که انقلابی بودن، ولی این نهادها مثل بقیه نهادها باید همراه مردم بشن و تو مسیری که مردم هزاران شهید دادن حرکت کنن. امام اونجا اعلام کرد انقلاب در دانشگاه ها باید خودش رو در حوزه آموزش، پژوهش، فضای عمومی، فرهنگ عمومی تو دانشگاه نشون بده. یکیش اینه که بعضی اساتیدی که وابسته هستن با رژیم قبل و سرویس ها و اینا، اینا باید تصفیه شن. نمیتونیم هم انقلاب کنیم و هزاران شهید بدیم، هم باز استاد ساواکی مرتبط به با سیا، ماسونی، اینا بیان سر کلاس و همطوری. یکی هم این که دانشگاه تبدیل بشه به یک محیط سالمی تا محصول دانشگاه خدمت به جامعه باشه. یعنی دانشگاه اصلا وظیفه کارکرد و فلسفهش اینه که مشکلات جامعه رو حل کنه، مشکلات علمی و مشکلات عملی رو حل کنه. این دانشگاهی که ساختن برای ما تا زمان انقلاب، خروجیاش بیشتر از این که مشکلات مردم رو حل کنن، آویزون از مردم بودن، مصرفشون از تولیدشون بیشتره و کاملا با توده مردم فاصله دارن، مردمی نیستن، یه قشر اقلیتی مثل اشراف درست کردن و کل جامعه باید خرجشون رو بده، تهش هم اینا پاشن برن خارج و زندگیشون رو بکنن. اینا هم خدمت به این ملت، سازندگی، صنعت، کشاورزی، اینا چی شد؟ و یکی هم حوزه علوم که میگن محیط سالم بشه تا بشه علوم عالی اسلامی هم تدوین بشه و وارد نظام آموزشی اینا بشه، که حال به طور ویژه تر تو حوزه علوم انسانی خودشونشون میداد. یکی دو ماه گذشت، همون سال 59 اواخر ترم که دیگه میخواست تابستون بشه و دانشگاه تعطیل بشه، تو قرداد اینا، چون اینا همینطور درگیری های فیزیکی رو تو دانشگاه های مختلف ادامه میدادن، مثلا مرحوم آقای هاشمی رفته بود دانشگاه تبریز صحبت کنه، اینا شلوغ کردن، هو کردن، می‌خواستن بزنن اصلا. دانشگاه تهران درگیری شد، دانشگاه مشهد شد. امام
فرمانی صادر کردن که مذهبی ها رو میزدن. بله دیگه، اونا مذهبی ها رو، بچه مذهبی ها رو میزدن، یعنی دیکتاتوری اونا برقرار کرده بودن، نمیذاشتن این طرف بچه ها بیان یک حرفی از انقلاب از چیزی اینا. یک دیکتاتوری خشن و روشن فکری چماقی میزدن، تیغ مکتبوری تیغ میکشیدن چین فلان اینا. یک سال قبل از جنگ مسلحانه انگار جنگ مسلحانه رو تو دانشگاه شروع کردن. امام پیام داد که یه ستادی باید تشکیل بشه برای مدیریت اون چی که ما انقلاب فرهنگی مینامیم. و این انقلاب فرهنگی یک چیزی نیست مال یه روز دو روز، یک کارهای کوتاه مدتی داره که باید فوری انجام بشه، که دانشگاه ها تو مسیر علم و پژوهش و اینا تو مسیر اسلام و انقلاب باشن، علائم صریح ضد اسلام ضد انقلاب تو دانشگاه نباشه. این کوتاه مدت تصفیه و اساتید فاسد وابسته. در میان مدت فعالسازی نهادهای دانشگاهی تو مسیر خدمت به مردم، نهادسازی هایی که عمدتاً ببینید سپاه، جهاد و امثال اینا عمدتاً توسط همین بچه مسلمان های دانشگاهی تأسیس شد. اصلا بچه هایی که اون موقع حالا هنوز بسیج و اینا نبود، انجمن های اسلامی اون موقع، همین بچه مذهبی ها و حزب اللهی های اون موقع تو دانشگاه ها بودن، همین ها اصلا رفتن بعدن هر شبت که سپاه رو رو انداختن جهاد و همین فرماندهی که سپاه هست آقایی چی اسمش؟ جعفری. ای ایشون از مسئول بچه های انجمن اسلامی دانشگاه هنر بود، دانشگاه تهران بود، دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، معماری نمیدونم چی، ایشون مثلا بچه های انجمن اسلامی اونجا بود. این نهادها رو همه رو همین بچه ها ساختن، بچه های فعال تشکل های اسلامی تو دانشگاه انجمن اسلامی. قضیه لانه، لانه جاسوسی، قضایه مختلف، درگیری با گروهک های چپ و راست و منافقین و اینا تو دانشگاه ها عمدتا بارش رو همین بچه مسلمان دانشگاه میکشیدن، که خودشون هم تو انقلاب هم علیه رژیم شاه هم بلخ همه فعال بودن. امام دستور داد ستادی تشکیل بشه و ضرورت داره یک انقلاب فرهنگی، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت، دراز مدت تعریف کنیم براش. بعضی برنامه های انقلاب فرهنگی هست که ده ها سال طول میکشه، کار یه روز دو روز نیست. بعضیاش نه، کار روزه، باید سریع انجام بشه. بعضیاش هم چند ساله چند ماهه. امام اونجا میگه اقدام مؤثری صورت نگرفت. من دو سه ماه پیش گفتم که جلوی وضعیت رو بگیرین و اینا، همینطور توطئه ادامه داره و من میترسم که فرصت از دست بره. دانشجوی انقلابی متدین به من پیغام بدن که آقا هیچ کار مثبتی نمیشه و اینا که تو دولت و حکومت هم اینا خودشون دارن ترسوی هم لیبرال مجلس هم اصلا ارزه ای کارها ندارن، بعضشون اصلا عقیده ندارن، بعضشون جرأت ندارن. اگر ما از تو این فرصت نتونیم در دانشگاه یک تحول انقلابی به وجود بیاریم در جهت آرمانهای مردم و انقلاب، او کارفرمایان بی فرهنگی که از قبل از انقلاب بودن اغلبشون هنوز تو دانشگاه رئیس هم همونا که تا آخر از شاه دفاع میکردن، این یک فاجعه است و اگه ادامه پیدا کنه این بهترین سرنخه برای نفوذ مجدد اجانب در دانشگاه و اینکه نگذارن دانشگاه اون مسئولیتی که در برابر مردم جامعهشون انقلاب دارن انجام بدن و یک ضربه مهلک است به انقلاب اسلامی و به جمهوری اسلامی و تسامح در اینجا نتیجهش خیانت خواهد بود. اینا تعبیر امام بود. گفتن دانشگاه و حوزه یک شورای تشکیل بدن، جمعی از بزرگان و علما و فضلاشون که با متو مسیر انقلاب بودن یا هستن، حالا بعضیشون سوابق انقلابی داشتن، بعضیشون سوابق انقلابی خیلی نداشتن ولی با انقلاب بودن و تو دانشگاه و حوزه بالاخره شناخته میشدن به عنوان چهرهایی که حرفای اسلامی و اینا میزدن. اینا برن و برنامه‌ریزی کنن خط مشی فرهنگی برای آینده دانشگاه، رشته‌های دانشگاهی رو یا بازبینی کنن، کدوم رشته ها لازمه، کدوم ها لازم نیست، رشته های جدیدی لازمه به وجود بیاد. این دانشگاه باید کارآمد بشه، باید بتونه مشکلات مردمش رو در مسیر ایده های انقلاب حل کنه و یا اساتید شایسته نسل جدیدی تربیت بشن که اینا بتونن به جای اون اساتید قبل، که البته اساتید قبل خیلیشون آدم های خوبی هم بودن، اغلبشون هم بودن، موندن تو دانشگاه، ولی اقلیتی که سازماندهی شده و فاسد و مفسد، عرض میکنم ساواکی بود، سرویس های جاسوسی وست بودن، ماسونی بود، فاسد الاخلاق بود. اما گفت اینا رو بریزیم بیرون از دانشگاه. ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل شد، وظیفش این بود که یکی برنامه‌ریزی کنه برای تربیت استاد و افراد با سواد صالحی که بیرون هستن الان، اونا رو جذب کنه برای تدریس،
یکی گزینش دانشجو رو سازماندهی کنن با توجه به وضعی که اون موقع بود، مدام اختشاش و درگیری و ترور، و یکی بیان فضای عمومی دانشگاه ها رو مناسب انقلاب و تفکر دینی مدیریت کنن، برنامه های آموزشی دانشگاه رو به تدریج اصلاح کنن. از این قضیه هم گذشت. سال 62 تابستان 62 امام دوباره یک فرمانی صادر کرد که ستاد رو تقویت کنین، ترمیم کنین، مسئولین اجرایی هم بیان تو ستاد. ولا یک آدم فرهنگی دانشگاهی و حوزوی اونجا بشینن حرفای خوب خوب بزنن ولی ضمانت اجرا نذاشته باشه فایده نداره. لذا امام گفت که مسئولین اجرایی بیان، نخست وزیر هم باید بیاد که در رأس قوای مجریه است تقریبا به لحاظ عملی، وزیر علوم بیاد، وزیر ارشاد بیاد، و یکی دو تا هم دانشجو از بچهای جهاد دانشگاهی اونم بیان که فضای دانشجویی هم توی شورا باشه، همش فضای مدیریتی و اساتید نباشه. دانشگاه باز شد دوباره سال بعد در پاییز 63. امام دوباره اعضایی رو به ستاد اضافه کردن و اونجا دوباره تأکید کرد امام که حواستون باشه از فرهنگ بدآموز غربی باید خارج بشه، این خروج طول میکشه، آسون هم نیست ولی ضروریست. اگر تو همون تونل وحشت ادامه بدید تهش بنبسته، دوباره بر میگردیم تو دامن اینا. ما باید خارج شیم از این تونل، باید تلاش کنید به روش علمی، مدیریت قوی، فرهنگ اسلامی ملی، فرهنگ انقلابی جایگزین بشه در نظام آموزش و پژوهش و فضای عمومی دانشگاه ها به تدریج. امام اونجا میگه من ساده لوحانه نگاه نمی کنم، برای تحقق بعضی از این حرفایی که گفتیم باید سالهای سال زحمت بکشیم، کار یه روز دو روز نیست. نفوذ غرب ریشه‌دار و عمیقه، اینا نزدیک 1.5 قرن کار کردن توی کشور و فرهنگسازی کردن، یکی دو تا نسل تربیت کردن. خیلی سخته از این حالت مرعوب بودن و مجذوب بودن در برابر ارباب خلاص شن. هدف اینه که انقلاب در سطح کشور بارورتر بشه. اگر بخوایم در سطح کشور انقلاب بارور بشود بیشتر، باید این فرهنگ تو دانشگاه ما به تدریج نهادینه بشه. اونجا امام رؤسای سه قوه هم اضافه کرد، یعنی دید این که نخست وزیر و دو سه تا وزیر آمدن بازم کافی نیست، این باید دیگه کل حکومت در عالی ترین سطح بیان تو این ستاد، و الا اگه دیگران تصمیم بگیرن اینا دستورشو ندن اجرا نشه چه فایده. اینجا بود که رؤسای سه قوه رو امام گفت اینا باید بیان تو شورا. رئیس جمهور که رهبری بودن اون موقع، رئیس مجلس قوه مقننه مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی و رئیس چیز قضا مرحوم آقای اردبیلی بود. علاوه بر او چند شخص دیگر هم امام اضافه کرد، مثل مرحوم آقای مهدوی کنی و همینطور وزیر آموزش پرورش و 3-4 تا چهره های دانشگاهی. این در زمان امام این کارا تمام میشه. بعد در زمانی که رهبری هستن، ترمیم بعدی سال 75 اتفاق افتاد. گزارش‌ها دارم میدم ببینید، از اول 3-4 تا ترمیم همش برای اینکه اینا ضمانت اجرا پیدا کنه، یعنی وقتی اونجا تصمیمی میگیرید بره فوری اجرا بشه. سال 75 ترکیب حالا ستاد انقلاب فرهنگی شد شورا، ترکیبش هم باز اضافه شد زمان رهبری، که اونجا ایشون اعلام کرد که این یکی از تدابیر حکیمانه انقلابی امام بود تشکیل ستاد، و نقش فوق‌العاده مهمی هم ایفا کرد در حوزه امور فرهنگی دانشگاهی، برکات زیادی داشت. ولی کشور خیلی تغییر کرده سال 75 با سال 59، و خیلی جلو آمده، پیشرفتایی داشتیم تو حوزه سازندگی و تخصص و فارغ التحصیلان و محققانی تربیت شدن، نوآورانی، مخترعانی، اساتیدی. ما اون موقع استاد اساتید مسلمان انقلابی اول انقلاب خیلی کم، اساتید بعدم کم بودن، اساتید فاسد، ولی اساتید انقلابی هم کم بودن، اغلب طبیعتا عادی. ولی دیگه سال 75 خب به تدریج داشت تو حوزه اساتید و هیئت علمی بچهای انقلابی کم کم وارد می‌شدن. اونجا ایشون اعلام کرد که ما باید وارد سطوح بالاتری از تخصص و علم و اینا بشیم در رابطه با نیازهای کشور. دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هامون باید یک گسترش عمیق کمی و کیفی پیدا کنن، و کمیت دانشجویی بالا رفته، وظایف جدیدی پیدا شده. حالا باید به علم که در سطح گسترش پیدا کرده، 100,000 دانشجوی زمان آخر شاه اول انقلاب چندین برابر شد. میدونید الان 5-6 میلیونه، یعنی جمعیت ایران 2 برابر شد.
تعداد دانشجویان و دانشگاهیان ما 100 هزار شده 5-6 میلیون. خب گسترش کمی زیاد شده واقعا. اصلا ملت ایران ملت باسواده. زمانی که انقلاب شد بخش مهمی از ملت بیسواد بودن، الان ملت باسوادن. غیر از اینکه 5-6 میلیون دانشگاهی داریم ما، دومی که تربیت معنوی و هدایت فکری در دانشگاه‌ها باید کاملا جدی گرفته بشه، فقط تخصص علمی نباشه، روح تعهد در دانشگاهیان اضافه بشه. که برای این باید شروع کنی حالا برنامه‌ریزی جدید و جدی که اینا همه هر کسی به فکر خودش نباشه که بار خودمو فقط ببندم، بار ملت رو باید ببندیم. ایران باید رشد کنه. غیر از اینکه مشکل من باید حل شه، هر کسی مشکل خودش رو باید حل کنه، وظیفه هم داره، مشکلات ملت حل شه، ایران رشد کنه. اونجا اعلام شد که یک تدبیر بالاتری، اهتمام بیشتری، تلاش وسیع‌تری لازمه. یکی هم اعلام جهاد ملی علیه بیسوادی شد که دیگه ما کار کنیم بیسواد در ایران به صفر هر چه نزدیکتر بشه و حداقل، که یک سرعت خیلی وسیع و یک کمیت بالایی هم اتفاق واقعا افتاد. یک زمانی اصلا رکورد شکنی کرد در مبارزه با بیسوادی. سال 86 به شورا رو مأمور کرد که چند تا پروژه بزرگ رو باید سیاست گذاری کنه. یکیش نقشه جامعه علمی کشور که آقا اینجوری پراکنده هر کسی هر جوری هر جای دانشکده را میندازه و همینطور اصلا مسکی کسی از بالا نظارت نمیکنه که ما تو هر رشته چه تعداد دانشجو میخوایم، چقدر، تا کجا، چقدر پذیرش، اصلا برای اینا شغل هست نیست، کشور اصلا نیاز داره نداره، اینا اولویت داره نداره، یه مهندسی بشه این نقشه جامعه که رشته آموزشی پژوهشی علمی تو اون چارچوب مدیریت بشه. این بسیار حرف مهم و لازمی بود. این نقشه هم طرح شد و فعالیت هم شد، اما اینکه حالا این نقشه چقدر از پس این مسئولیت برآمد و اصلا چقدر اجرایی شده یا نشده، اینو باید دبیر شورا و رئیس شورا رئیس جمهور باید گزارش بدن که حالا اینو بخشش برای خود منم سواله. یک ماموریت دیگه ایشون بحث مهندسی فرهنگی رو اعلام کرد. مهندسی فرهنگی به این معنا نیست که فرهنگ یک جامعه رو کلا میشه از بالا همش رو بخشنامه‌ای مهندسی کرد. فرهنگ عمومی در یک جامعه و فرهنگ تخصصی بخشش قابل مدیریت هست، خیلیش قابل مدیریت نیست، یا اگر هست تو حکومت تنها مدیرش نیست، جای مختلفی مهندسی میشه. مهندسی فرهنگ فردی هست، خانوادگی هست، محلی هست، ملی هست، بین المللی هست، رسانه هست، چی هست چی هست، یه بخشش هم دست حکومت. اما مهندسی فرهنگی معنیش نبود که کل فرهنگ رو میخواییم به کلیشه های حکومتی و مثل مهندس اینا رو چون کنیم، مثل که مردم از خودشون اختیاری ندارن منتظرن بهشون دستور بدی که آقای مثلا اینجوری کنین، این رفتار فرهنگی بود رفتار، نه معنیش این نبود. معنیش این بود که این هرج و مرج رو که اصلا معلوم نیست، فرهنگ عمومی، فرهنگ تغذیه، فرهنگ لباس، فرهنگ ازدواج، فرهنگ طلاق، فرهنگ رانندگی، فرهنگای خورده، فرهنگایی که تو جامعه هست، اینا اصلا همطوری بلبشو هیچ جا نظارت نکنه، رصد نکنه، مسئولیت نپذیره، یه جایی فرهنگ در خطر میفته باید نیروی اضافه ببریم، یه قرارگاهی رصد کنه، حکومت که نمیتونه مسئولیت نپذیره. بله دخالت در حوزه‌های خصوصی و در خیلی از عرصه‌های فرهنگ یا مطلوب نیست یا ممکن نیست، اما توی اون حوزه‌هایی که هم مطلوب و هم ممکن است، تمام کشورهای که یه مقداری تو حوزه مدنیت جلو رفتن ولو مسیر حالا حق و باطل چی کار ندارم، اینا مهندسی میکنن فرهنگ اجتماعی رو، آموزش میدن، نظارت میکنن، تشویق و تنبیه های مدنی و فرهنگی دارن، رسانهشون در این جهت به مردم باید آموزش داد. این مهندسی فرهنگی به این معنا. یکی هم ایشون مأموریت داد که نظام آموزشی کشور، نظام آموزش پرورش باید یک نوسازی بشه مناسب با شرایط جدید، نسل جدید، و اینکه بالاخره دو سه دهم از انقلاب گذشته، اون موقع این نظام قدیم آموزش پرورش که ده ها سال بوده از قبل انقلاب و کپی برداری، یه تحولی در ساختار، در محتوا باید صورت بگیره. این سه تا ماموریت رو ایشون به شورا از جمله داد که این تو این زمین ها سیاست گذاری بکنین.
و یک ترمیم دیگه هم ایشون کرد، معاون علمی رئیس جمهور اضافه شد، وزیر ورزش و جوانان اضافه شد، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات برای خارج کشور اضافه شد. چند تا نکته من اون سالای 80 دهه 82 مثلا 10 سال پیش دهه قبل مطالباتی از شورا میشه. یکیش این که فعالیت فرهنگی در کشور خیلی متنوع و پراکنده و گسترده است، به اینا یک سمت و سویی بدین. پول کشور محدوده، وقت محدوده، تهدیدها متمرکز و جدی است از بیرون و از داخل. اینا نمیشه به امان خودش رها کرد، این باغ رو علف هرز و انواع اینا رشد کنه، وسط ده تا خار دو تا گلم بیاد. بالاخره باید هرس شه، باید آبیاری شه، باید سمپاشی شه با آفات و اینا. و جای دیگه ما نداریم تو جمهوری اسلامی که یه همچین وظیفه را ازش بخوایم. و تنها جایی که مناسبت فرهنگی داره رئیس سه قوه هم اونجا اینجاست دیگه. و لازمه دستگاه های فرهنگی کشور هر کسی کار خودشو نکنه، صدا و سیما به یک سمت نره، آموزش پرورش به یک سمت دیگه، وزارت آموزش عالی به یک سمت دیگه، سازمان تبلیغات اون ور، هر کس کار خودشو بکنه. یک مهندسی بشه که اینا تدوین بشه که آقا ما چجوری همه با هم همجهت حرکت کنن. بالاخره این سیستم حکومته، اجزا جدا از هم که نباید هر کی به یک سمتی بره، ماشومت باید هم نوا و درست عمل کنه. خب اینا ببین مطالبات همش مطالبات خوبیه، اما حالا ای که برای همه اینا هم ظاهرا عمل شده، همه اینا نقشه شد، هزاران ساعت بحث، هزاران متخصص داخل بیرون، ساعت چند ماه چند سال بحث راجع به تدوین کلمه کلمه خط خطش اینا هم شده ها، اما در بیرون همه صحبت شما موضوع بس شما این بود که آقا بیرون رو زمین کف زمین چه اتفاقاتی افتاده. بله طرح خیلی خوب بوده، تلاش هم شده، تصویب هم شده، ما به ازاش کو، یعنی اگه اینا رو تصویب نمی کردین چه فرقی داشت اوضاع با الان، اینا رو بگید. البته حتما در جهات فرد داشت، تفاوت داشت، اما خیلی جایی که باید تفاوت می داشت ما خودمونم بعضی هاش تفاوتش نفهمیدیم. مثلا وقتی رئیس شورای انقلاب فرهنگی میاد بعد از 40 سال میگه که علوم انسانی اسلامی نداریم، مثلا به جرد موشکست خود کاری نبود، چکار شو اصلا چیزی نشده، بعد میخواد مثال بزنه میگه فیزیک و ریاضیات مگر اصلاح طلب ها و اصولگره ها داره، یا اینکه ماشین اسلامی مثلا قرآن تو داشبوردش بذاریم میشه ماشین اسلامی. اینا که جوکه، اینا رو باید توی سایت های جوک بذارن، چیزای جوک داره، من از اونم دارم جوکار هر روز نگاه میکنم، کی گفته این حرف رو اصلا؟ ببین مسئله اینه، مشکل اینا هست. من 30 تا سوال میپرسم راجع به فلسفه علم، جامعه شناسی علم، تاریخ علم، اگر تونست جواب بده برای تو کارهای اطلاعات و امنیت و اینا واردی، شما توی حوزه ها کار نکردی اصلا، یک کتاب تو فلسفه علم مطمئنم نخوندی ولی این حرفا اینجوری نمیزنی، نه غربی ها رو خوندی، نه نظریات و فلسفان معرفت در جهان اسلام رو خوندی، نه مکاتب غرب رو میشنسی، نه شرق رو میشنسی، همه چیزی رو باید به سیاست بازی گذارند. این توهین نیست به هزاران دانشگاهی و حوزوی که 40 سال دارن روی رضایا فکر میکنن، مقالات قوی، کتابهای قوی، این همه مجلات داره در میاد، هنوز ابتدایی ترین مسئله شو مسخره میکنن. در تمام این 30-40 سال شما این رو بدونید، رؤسای اجرایی کشور تو وزارت علوم، تو وزارت ارشاد، تو جای مختلف، اغلبشون یا این چیزا سرشون نمیشده و نمیشه، یعنی یک کتاب دقیق نخواه، یعنی من کتاب تخصصی تو همین حوزه که آقا علم دینی، علم غیر دینی به چه تئوری‌های چه نظریاتی در غرب مطرحه، اینجا مطرحش، جلو اینا میگذارم، اگر نمیگم جواب بدن یا تایید، اگر فهمیدن امتحان میگیرم، من کتاب میذارم جلوی بعضی از این آقایون، جلو شو کتاب میذارم میگم آقا شما یه فصلشو بخون ازت امتحان میگیری، اگه تجدید نگرفتی بعد 40 سال از انقلاب بیان عمومی صحبت کن، مسخره کنه، دست بندازن علوم اسلامی و علم اسلامی غیر اسلامی چی و فلان، ای آقا معلوم میشه دو تا کتاب نخوندی توی حوزه ها شما. اصلا اینا بحث اسلام و غیر اسلامی نیست، فلسفه علم غرب رو کسی اگر بخونه میفهمه. این حرف حرف بی سوادترین پوزیتیویست های 150 سال پیش بود، یعنی باید 3 تا قید داشت، یکی پوزیتیویست باشه،
2 کم سواد باشی، 3 150 سال پیش زندگی بکنی. هر کدوم از این ستا نباشه این حرف رو نمیشه. خب حالا امامی همه حرف رو ده تش اینجوری میشه. رؤسای سه قوه تو شورا شرکت نمیکنن. اصلا اینا وظیفه دارن بیان بشینن اونجا. نمیان. یا یکی دو بار اومدن تنه شد. اینا و فرش کردن رفتن دیگه. اصلا مگه شخصی اینا که دلت بخواد به دلت بخواد نیاد. شما مأمور شدید باید اینجا شرکت کنید، باید جواب بدید و بگید این مصوبات کجا رفت، چی شد. بخشی از بحثا تو شورا بله بحثای لفظی بوده که من گفتم آقا انشا مگه داریم می‌نویسیم، اما بعضی مصوبات شورا واقعا مصوبات خوب و قوی بوده. کدوم نهاد امروز یقه سه قوه یا نهادهای دیگر رو میگیره بازپرسی بله یا بازرسی که آقا این مصوبه چیکار شد؟ چرا اجرا نمی‌کنی؟ حالا که اجرا نکردی این مجازاتت اصلا همچیز میشه. چرا؟ چون اجرا دست خود همین هاست که خودشون شورا بودن وزرا بخوان یا کاری بکنن میکنن، نخوان نمیکنن. خب رهبری هم تذکر دادن بارها و اینا، اما این که برخوردی بشه نشده. حالا من نمیگم من بشه، شایدم با زور نشه، حالا میخوام بگم حواستون باشه که بارها امام گفت مصوبات این شورا کاملا معتبر است. امام ببین، امام سال 63 که همون موقع بعد شد آقا بعضی مصوبات این شورا ممکنه تداخل داشته باشه با سه قوه، بعد اونا میگن که آقا اگر چیزی باید اجرا بشه باید بیاد مجلس تبدیل بشه به قانون تا لازم الاجرا بشه، ولی شما بگید کافی نیست. امام اونجا اعلام کرد ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع میکنند باید ترتیب اثر داده شود. یعنی شورا تشریفاتی نیست. سال 63 امام گفته اینو، آخر 63 خود شورا هم مصوبه‌ای داره که شورای انقلاب فرهنگی چنان که امام گفتن بعد زمان رهبری سال 70 مرجع عالی سیاست گذاری، تعیین خط مشی، تصمیم گیری، هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظامه و مصوبات این شورا در حکم قانون و لازم الاجراست. بعد هم زمان دوره دوم احمدی نژاد، هم زمان دوره اول روحانی بحث شد که آقا بعضی مصوبات شورا با بعضی مصوبات مجلس یا سیاست‌های دولت ممکنه همخوانی نداشته باشه. اونجا باز رهبری اعلام کرد اگر در یک موردی مجلس وارد شده و قانون گذاشته شورا وارد نشه. اگه در موردی شورا وارد شده داره تصمیم گیری میکنه مجلس وارد نشه، حریم نگه دارید برای هم. که حالا این هم البته یک ابهامات و مشکلاتی ممکنه شد، ولی بالاخره تکلیف رو ولو در موقت مشخص میکرد. آخه به جایی که قوای مختلف بیان تو شورا تجمیع بشن همه یک کار رو بکنن، گاهی من احساس میکنم قوای مختلف میان تو شورا برای که سهم خودشون رو بردارن. تجمیع اتفاقا نشه، مواظب باشن اختیارات خودشون کم نشه، کاری که میخوان پیش بره. سال 86 رهبری اعلام کرد که تهاجم فرهنگی یک ابعاد جدید و پیچیده‌ای پیدا کرده، برنامه‌ریزی گسترده‌ای دارن به طور هدفمند از ابزارهای جدید، روش‌های جدید، حالا اون موقع ماهواره و نابود بیشتر، برای مقابله با انقلاب وارد شدن. شورا باید جبهه فرهنگی انقلاب رو بره سازماندهی کنه در کشور. شورا مأمور شد سال 86 که جبهه فرهنگی انقلاب یعنی چی؟ یعنی نیروهایی که تو حوزه رسانه و فرهنگ و تبلیغ و اینا به خصوص جوانای انقلابی کار میکردن به طور پراکنده، اینا همه رو در سطح کشور شناسایی کنه، سازماندهی کنه، مرتبط کنه، حمایت کنه، هدایت کنه و یک جبهه متحد قوی فرهنگی در سطح کشور ایجاد کنه. خب حالا بپرسید از مسئولین شورا بپرسید این دستوری که سریع ایشون گفت سال 86 که شورای عالی انقلاب فرهنگی جبهه فرهنگی انقلاب رو در برابر جبهه فرهنگی جریان معارض در سطح کشور ساماندهی کنه و این یک رسالت فوق‌العاده حیاتی است برای مواجهه، دقت کن، یک فعال نه منفعل، نه که تو بشینی اونا یک کاری بکن بعد تو بری دفاع کنی، فعال هجومی، دو مبتکرانه نه مقلدانه، فعال و ابتکاری، برید به مبارزه با تهاجم فرنگی. یعنی شما تهاجم فرنگی کنید.
شورای مسئولیت پیدا کرد. و به خصوص مراقب باشید موج مدیریت شده ای برای ترویج فساد اخلاقی در کشور راه افتاد. اون موقع ماهواره ها و سیدی های مبتذل و اینا اصلا گزارش دادن، وقتی شورا گفتن آقا چند میلیون سیدی مجانی توی دبیرستان های دختران و پسرانه تو بعضی استان ها داره تکثیر میشه، مجانی بهشون سیدی میدن. اون موقع آقا الان سیدی مجانی چیزی نیست، اصلا سیدی داره برمیفته. اون موقع سیدی چیز مهمه بود، تازه آمده بود. میلیون ها سیدی مجانی فیلم های سکسی، فیلم های عجیب غریب و اینا که کافی یه بار ببینید دیگه بعد خودش میره دنبالش. همون موقع ها حمله آمریکا به افغانستان بود، هی بمباران میکرد، این نخست وزیر اسرائیل یه حرف روشن میزد و آمریکا گفت بمب ننداز تو افغانستان و کشور اسلامی، بمب میندازی اینا کشته میشن، کینه ای میشن، هر یه نفر رو که میکشی چهار نفر اسلحه به هم دارن میان، بمب چرا میندازی؟ سیدی پورنو سکسی هواپیماتون برن سیدی بمباران، به جای بمباران سیدی بریزن، برید دامنای کوتاه و لباسای لختی پخش. این ماموریتی بود داده شد به شورا. من میخوام بگم چه چیزایی رو حالا مطالبه کنین از رئیس دولت ها، از رئیس مجلس ها، از رئیس قوه قضاییه ها و از ریاست شورا و از دبیرخانه شورا و از تک تک اعضا. البته اعضای شورا همه به اندازه اختیارات ندارن، بعضیا اعضای حقیقی ان، بعضی اعضای حقوقی. اعضای حقوقی یعنی یک تشکیلاتی جای دستشونه، اونا باید بیشتر پاسخ باشه. اعضای حقیقی امثال بنده ما کاری نیستیم، اختیاراتی بودجه چیزی دست ما نیست که به من یک شخص اونجا از حقیقی نظر میدن، همین رأی تو رأی گیری همیشه هم رأی گیری میشه اکثریت هرچی گفت. بله؟ نه رأی هم لزوما همه جا برابر نیست، اونجا هم رأی گیری ها یه بخشش واقعا علمی و نظری و شخصی و تخصصی، اختلاف نظر زیاده. ما اونجا از آدم های لیبرال مذهبی همیشه داشتیم تا حزب اللهی سوپر حزب اللهی که منظورم خودم نیست، من تازه سوپر حزب اللهیش نیستم، همیشه داشتیم الان هم داریم. سر همه چی اختلاف نظر و رأی گیری میشه، این دموکراسیش ما رو کشته. همه چی دموکراتیک رأی گیری، بخشی از رأی دادن هم در این موارد خیلی خاص لابیگری میشه. مثلا من یادم سر قضای دانشگاه آزاد خیلی از بیرون فشارها زیاد بود، لابی های سیاسی و اینا، گاهی لابی های نهادی. مثلا یک مصوبه میخواد بیاد اونجا که تأثیر داره در سرنوشت یک نهاد، تصویب شدن یا نشدنش، این موارد هم هست. ولی خب عمدتا اشخاص اونجا واقعا اغلب فردی نظر میدن، موارد خاصی هم که جنب به اصطلاح تیمی این هم هست، ولی موارد خیلی محدودی. تو بعضی مصوبات مساویه، بعضی مصوبات اون نظر میچربه، بعضی اون نظر میچربه، بستگی داره به موضوع و زمان و به اینکه کیا تو جلسه هستن. آخه این هم هست، بعضی وقتا هست تو یک جلسه 4-5 نفر باشن یا نباشن سرنوشت مصوبه تغییر میکنه، فضای جلسه عوض میشه. این هم ما تجربه کردیم، یعنی گاهی 4-5 نفر اشخاص اثر دارن که بگن. بعضی وقتا واقعا بعضی جرئت نمیکنه، مثلا میفهم مخالفن جرئت نمیکنن بگن، نه که بگیرن و ببندن و اینا، ملاحظات. بعضی ها چرا جرأت میکنن، محل نمیذارن، حرفشون میزنن. اینا دیگه بستگی به شخصیت افراد و خصوصیاتشون داره. سال 90 دوباره رهبری به شورا اعلام کردن که این شورا توی این عرصه تهاجم بسیار پیچیده و فراگیر فرهنگی جبهه استکبار باید مثل یک قرارگاه مرکزی، قرارگاه اصلی عمل کنه، سیاست گذاریاش راهبردی باشه، دستگاه های فرهنگی تاثیرگذار کشور رو هدایت کنید، یک جایی باشه مثل مغز متفکر قرارگاه مرکزی نهادها رو مدیریت کنه. خب اینم ظاهرش باید میشد، چون کمیسیون آموزش عالی و کمیسیون ارشاد، کمیسیون های مخصوص مجلس هستن، رئیس مجلس هست، رئیس نمیدونم برنامه بودجه کی اینا که کارهای مالی دستشون تو شورا هستن، رئیس صدا و سیما، سازمان تبلیغات، دفتر تبلیغات کی هست، از حوزه چند نفر هستن، از دانشگاه
اغلب چهرهای دانشگاهی شناخته شده، رؤسای سقوه هم هستن. و چی؟ این حالت که آقا یه چیزی تصویب کردیم، خب حالا یه جواب بده، جدول بذار، بگو آقا این تصویب، این مصوبه رو ما ریز کردیم، شده 8 تا اقدام، اینجا هم تصویب شد. خب آقا اون 8 تا اقدام کو؟ ما چجوری رصد کنیم؟ کی پاسخ میگه که این 8 تا اقدام اصلا انجام شد، چقدر انجام شد یا نشد؟ البته نمیگم انجام نشده، خیلی چیزاش هم عمل شده، اما خیلی چیزاش هم نشده. یکی از وظایف رهبری چیه؟ سیاست‌گذاری تو حوزه فرهنگ و آموزش. من این شورا رو، این اشخاص حقیقی و حقوقی و رؤسای سه قوه رو گذاشتم، این اختیار رو بهشون میدم و این مسئولیت ازشون میخوام این کارو بکنن. یعنی در واقع شورای انقلاب فرنگی زیر مجموعه عالی ترین سطح نظام که رهبری نظامه تعریف میشه. سال 76 راجع به شورایشون بحثی کرد که مصوبات شورا لازم الاجراست و اینکه هیچ کس در کشور بی نیاز نیست، در هیچ کشوری، از اینکه یک دستگاه متفکر جامعی باشه، خصوصیات برجسته، که آگاه باشه به کمبودها و به نیازها و متصدی شناخت مسائل فرهنگی کشور و بحث و تصمیم گیری در مورد اونها باشه و بعد ابلاغ شه اینا برای اجرا. و الا تو شورا تصمیم میگیرید، برای عدم اجرا تصمیم میگیرید و برای اجرا تصمیم میگیرید دیگه. و چه شورایی بالاتر از این شورا؟ و همه دستگاه ها، ایشون اونجا تعبیر اینه، همه دستگاه ها باید خود را موظف به اجراء تصمیمات این شورا بدانن. دیگه از این سریع‌تر چیکار باید بکنن؟ سال 78 باز همین تعبیر ایشون دوباره به کار برد. سال 81 باز رهبری این تعبیر داره، مصوبات این شورا باید توسط دبیرخانه ابلاغ بشه، اجراء اون توسط رئیس جمهور باید تضمین بشه. یعنی رئیس جمهور ضامن اجراست، امضا باید بکنه و ابلاغ کنه و خود رئیس جمهور، رئیس شورا باید بیاد پاسخگو باشه که آقا این مصوبات شورا اجرا شد یا نشد، چرا. این دیگه آخرین جنبندیه، رئیس جمهور ضامن اجرا و پاسخگوی مصوبات شورای انقلاب فرهنگی است. ایشون تو تعبیرش ایشون اینه، میگه نه وزارت آموزش پرورش، نه وزارت علوم، نه وزارت بهداشت، نه وزارت ارشاد نباید جرأت کنند مصوبات رو اجرا نکنند، چون نه همه رئیس همشون رئیس جمهوره، هیچ کس نباید جرأت کنه اینا رو با الان جواب ندیم. باش وامی چیزی نخواسته باشی، وقت من ندارم ها. ها آروان روشن شد آقا؟ این تعبیر صریح رو نگاه کنیم. سال 81، آذر 81، رهبری در حضور خود شورا رفتن پیش ایشون، در حضور رؤسای سه قوه، ایشون سریع اینو میگه، میگه مصوبه این شورا رو باید دبیرخانه ابلاغ کنه و آقای رئیس جمهور باید اجراء اون رو تضمین کنه، خودش رئیس شورا، یعنی نه وزارت آموزش پرورش، نه وزارت علوم، نه وزارت بهداشت، نه وزارت ارشاد جرأت نکنند مصوبات را اجرا نکنند، باید حتما اجرا کنند، رئیس جمهور ضامنه. ببینید ابهامی نیست آقا، جایگاه قانونی شورای انقلاب فرهنگی ابهام داره، بحران مشروعیت داره، بحران اختیارات داره، هیچ بحرانی نداره، نه بحران اختیارات داره، نه بحران مشروعیت داره، نه بحران هویت داره، فقط بحران اجرا. اینا جملات رهبر بودی؟ بله اینا جملات رهبریه. سال 81، 26 آذر 81 ایشون اینا سری اینو گفته بوده. بیانات فرامین ابلاغ حکومتی هم شده به، آخه ابلاغ حکومتی چیه؟ مثلا باید بدن تو سر طرف که بگن ابلاغ شد، ولی دیگه اصلا صحبت صریح رهبری، ببین رئیس آقا رؤسای سه قوه نشستن، اعضای شورا نشستن در حضور رهبری، تلویزیون هم پخش کرده سر مردم، صریح ایشون داره در حضور اون میگه باید اجرا کنید و رئیس جمهور ضامنه، چیکار باید بکنن؟ ثبت شده اما ابلاغ کتبی باید بشه. حالا ابلاغ هم شده دیگه، قبلا موارد دیگه هم خیلی بهانه پیدا میگن، آقا این گوشه کاغذش که پاره بود، تاریخش مثلا چیز بود، تاریخ هجری زدین، شمسی زدین، قمری نزد، بعد میگه تاریخ میلادی هم باید بزنید، اینجوری بهانه که. حالا دقت کنید ایشونو رهبری استدلال هم میکنه، میگه که ما این همه آدم های صاحب فکر را که یک ساعت از وقتشون چقدر ارزش داره برای چنین کار مهمی در یک همچین شورای جمع کرده ایم، اگر مصوبات اجرا نشود معنا نداره، بیکاری نشستین دور هم دیگه. یعنی به جایی وقت آدم بره بشینه یک گرده بکنه، چهار تا جوکی بگه، جوکی بشنه به فایدهش بیشتر میشه، وقت اقلا یک انبساط روحی حاصل میشه. شما میگه یعنی چی که شما رو جمع کنیم
میشینید اینجا این حرفای مهم، این موضوعات یا آدم ها اینا، بعد میگم خیلی خوب الحمدلله جلسه به خوبی و خوشی با تصویب چند تا مصوبه دیگه تمام شد و بریم. تا هر دو هفته یک بار جلسه تشکیل میشه، اون باز اگه رئیس جمهور بخوان. فقط از سال گذشته تا همین الان باید 25 جلسه تشکیل میشه، جلسه صحن رسمی خود شورا. حالا شورای فرعی هستن، شورای اصلی که به نظر من دو هفته یه بارم کمه برای این کارا، هفته ای دو تا باید تشکیل میشه، ولی در این حال به جای 25 تا 9 تا تشکیل شد، سالم تموم شد. ایشون میگه من اصرار دارم فکری بکنید، بیش از همه به نظر من تکلیف دبیرخانه است و رجوع دبیرخانه به آقای رئیس جمهور، این مسئله رو تأمین کنید. همه مسئولان دولت باید وظیفه خود بدانند، مصوبات رو اجرا کنند، تمام وزارتخونه ها. شما میگویید مجلس قانونگذار است، خیلی خوب، اینجا سیاست تدوین میکنید. همه چیزهایی که لازم الاجراست که قانون نیست، سیاست ها قانون نیستن ولی اونها هم لازم الاجرا هستن. مصوبات دولت مگر قانون است؟ ولی لازم الاجراست. بخشنامه فلان وزیر برای زیر دستش مگر قانون است؟ قانون نیست ولی لازم الاجراست. لازم نیست حتما اسمش قانون باشد، اما بیشک واجب الاجرا بودن نتیجه قانون را خواهد داشت. و امام هم به این نکته توجه داشتن، ما هم گفتیم مصوبات این شورا در حکم قانون است. امام گفتن باید اجرا شود. باید اجرا شود یعنی چه؟ ترتیب اثر دادن. وقتی این چیزی قانون میشه اسمشو بده که ناسه بگو قانون، به جای قانون بگو فانون، بگو فانوس. به اسمش چی کار داری؟ قانون چیه؟ اون چیزی که باید اجرا شود. امام میگه باید اجرا شود، اسمشو بخوای قانون بزن بخوای نذار. میگه مگر دستور رئیس جمهور به وزرا، وزیرا به زیر مجموعه شون، مگه قانونه؟ ولی لازم الاجراست، اگه اجرا نکنی اصلا عرض میشی، مجازات میشی. باز سال 90 ایشون میگه شورای عالی انقلاب فرنگی از نهادهای قانونی و قطعی نظام است و مصوبات آن لازم الاجراست. این دقت کنید دوستان، معنی میدونید چیه که هی باید تاکید کنم؟ یعنی مدام در حکومت مقاومته، مدام تو حکومت تا عالی ترین سطح در برابر مصوبات انقلابی و اسلامی در حوزه فرهنگ و آموزش مقاومت میشه. حالا چرا هی چند سال، دو سال دو باز دوباره ایشون سال 90 میگه شورای عالی از نهادهای قانونی و قطعی نظام است. هی میگه قانونی نیست، مصوبات آن لازم الاجراست. تضمین اجراء مصوبات شورا حضور رؤسای سه قوه در این شوراست. میگه اصلا چرا رؤسای سه قوه رو گذاشتیم تو این شورا؟ برای که حتما اجرا بشه، چون کل حکومت تقسیم شده بین این سه تا قوه دیگه. به سازوکار قانونی شورا احترام گذاشته بشود، مصوبات باید به سرعت ابلاغ شود. ما دیگه نمیدونم چیش باید گفت. مثلا اینا چیزایی که باید شما مطالبه کنید. ببینید حالا امثال من تو شورا دو بار، سه بار بود، چهار بار، تشت دیگه نمیشه تا آخر رفتید باید پشه یقی همگر بگید. ولی باید اینا مطالبات اجتماعی باشه، باید دانشجو، استاد، اعضای علمی تو دانشگاه بگن آقا چی؟ ببین بگن شورای انقلاب فرهنگی 23 تا وظیفه براش تعریف شده، تک تک این 23 تا رو باید مطالبه کنید، به خصوص از رؤسای سه قوه و بالاخص از رئیس شورا انقلاب فرهنگی که رئیس جمهوره. من فقط اجمالشو بگم، مطالبه کنید. یک، برنامه ریزی فرهنگی علمی کشور، تدوین اصول، اهداف و سیاستهاش، نقشه مهندسی فرهنگی کشور و این که دائم باید روزآمد بشه، یک نقشه برای همیشه نیست، شرایط تغییر میکنه. دو، نقشه جامعه علمی کشور باید تدوین بشه و اجرا بشه. ببین الان یکی از مشکلات چیه؟ یکی از مشکلات بزرگ ما چیه؟ چند میلیون فارغ التحصیله که کار مناسب با رشتهشون ندارن. این خطا از ریشش کجاست؟ بله از یک طرف یک افتخاره، شما یک زمانی دکترم از بنگلادش باید می آوردی زمان شاه، الان همین الان از اینکه 20,000 پزشکی داری که میگن ما بیکاریم. این از یک جهت خب خیلی سریع ما جلو آمدیم، واقعا یک رکورد زدیم واقعا. اما یک مسئله دیگه، سال هاست، شاید از 15 سال پیش رهبری هم گفته که آقا یه مهندسی علمی نقشه جامعه که ما اصلا تو چه رشته‌ای چه تعداد دانشجو می‌خوایم.
مثلا شما الان برآورد دارین که اصلا چه تعداد وکیل دانشکده علوم قضایی اصلا میدونه چه تعداد وکیل قاضی نمیدونم بازپرس مشاور همین چیزایی که تو دادگاه هستن اصلا چه تعداد لازمه برای چند نفرشون شغل هست حالا غیر از اینکه چه آموزش هایی باید ببینن خب وقتی اینا بررسی نکنی یا کم اینقدر خروجی ته که نصف دادگاهات میگن ما آدم نداریم یا اینقدر زیاد و ضعیف نیرو بفرستی بیرون کمیت بالا و نه شغل داره نه به درد میخوره وقتی میری تو دادگاه هم شما میری تو بعضی دادگاه چقدر ما مشکل کارآمدی داریم چقدر نارضایتی هست آقا به این سوالا باید کی جواب بده بالاخره وزارت علوم دولت مجلس کجا باید جواب بدن شورای انقلاب فرهنگی کلیات چه تصویب کرد که آقا سیاست اینه ببینید چه رشته هایی تو چه رشته هایی چه تعداد فارغ التحصیل در چه سطحی لازم داره این کشور اصلا براشون شغل هست یا نیست خب شما صدها هزار چند میلیون فارغ التحصیل درست میکنی تو خیابونا همه دکترن دیگه هر کی رد میشه میگه دکتر دهن برام میگن نگاه میکنه آدم نمیده با کی حرف بزنه مجبوری با همه سلام علیک کنی خجالت میکشی بگی مثلا من فلانی کار داشتم سابقه یک دکترم نبود تو کل خیابون الان شما برو منتظر تاکسی بگو دکتر مهندس یا همین چند نفر برام میگردن کم کم قاضی آقای قاضی آقای وکیل خب نمیشه که نصف ملت وکیل و قاضی باشن آقا چقدر باید بگی چقدر نیاز داری کشورهایی که نظام آموزشون عاقله از قبل میفهمه چقدر آدم برای چه کاری میخواد تو باید آموزش تو پژوهش و پرورش تو مناسب کنی با نیازها نه که همطور های آدم مدرک بریزی بیرون بعد بگی آقا برای اینا کار نیست یه کاری برای اینا پیدا کنی آقا خب نیست نیاز نداره جامعه همه وقتی یک رشته هایی که شما هزاران متخصص فوری نیاز داری نداری مهندسی علمی تر نقشه جامعه یعنی این از شورا بخواید بگید تو ترتون به کجا رسید و بعد مجریان کیا قرار بوده اجرا بکنن چرا نمیکنن سرنوشت ملت سوم این که طرح توسعه و تحول نظام پژوهش و تعلیم تربیت تدوین خب من دیگه عرض میکنم خودتون رجوع کنید دیگه بقیه شما خواستم فقط از رو بخونم براتون هنر نیست دیگه خودتون اینقدر که میتونید بخونید ها یک جزوه آشنایی با شورای انقلاب فرهنگی به نظرم تو سایت شورا هم هست اینو بریم ببینید و السلام علیکم و رحمت الله